خانم ذهین، ابتدای صحبتمون یک نگاهی بکنیم به تاثیرات بحران افغانستان و مردم این کشور، چه در داخل و چه خارج از مرزهای افغانستان. تشکر. برای زنای افغانستان چی خارج، چی در داخل و چی در خارج، دیروز روز سیاه و پراضطرابی بود. ما همگی، چی زنای خارج و چی داخل، همگی با هم در ارتباط بودیم از طریق گروپ های واتساپ، فیسبوک، و باور کنین که بسیاری ها آنقدر مضطرب بودند که حتی حالت روانی بسیاری ها به هم خورده بود. واقعا که نکاتی هست و نکاتی است که ما میتونیم به تاریخ طالبان برگردیم و این مسئله است که همگی ما را مشوش میسازه، چون طالبا تعریف خاصی از شریعت اسلامی دارن که معمولا در کشورهای دیگر و در هیچ نقطه دنیا اونا قابل قبول نیستن، و این یکی از بزرگترین تشویش های ما زنا هست. یکی از همین نگاه‌های سختی که شما گفتید، تفسیرهایی که طالبان دارن نسبت به اسلام، نگاهی هست که به زنها دارن، و ما می‌بینیم که خب در چند سال گذشته پیشرفت‌های بسیار زیادی در زمینه فعالیت زنان در جامعه و به خیلی از دستاوردهای بسیار زیادی در جامعه زنان اتفاق افتاده بود. آیا الان این نگرانی وجود داره که تمام این دستاوردها از بین بره؟ نگرانی فعالان حقوق زنان چی هست در این نقطه؟ حتما، به خاطر ازی که همونطور که اشاره کردم، تعریفی که طالب ها از شریعت اسلامی دارن، تقریبا 99% تمام فعالیت های زنان را که در چند سال اخیر، در 20 سال اخیر به دست آورده بودن، نفی میکنه. و ولی امیدوار استیم که اقلا حقوق بسیار ابتدایی و انسانی زنا که همان حق کار و حق تعلیم است برایشان داده شود در شورت ترم، در مدت زمان کوتاه. خانم ذهین، آنچه که الان از طالبان میشنویم قولهایی هست که به مردم داده میشه برای اینکه در امنیت و صلح زندگی خواهند کرد. چرا الان مردم افغانستان تا این حد از طالبان میترسند و چه اتفاقی افتاده؟ به لحاظ تاریخی هست چی هست که این بی‌اعتمادی از بین نمیره؟ به خاطر از این که ما تقریبا از سال 2000 از سال بیشتر از 2001، یعنی 25 سال پیش، ما به طور متداوم قول شکنی های طالبان را دیدیم، افراطیت آنها را دیدیم، و مهمتر از همه ای که ما از زمینه های از اخلاق و از اصولی که در پشت عملکردهای اونها پنهان است اصلا خبر نداریم، کی اونها را مثلا سپورت و حمایت میکنه، با امری کی اینا ای کارا را میکنه، توسط کی اینا مسلح شدن، ای بر ما اصلا در یک راز است. و خود همی داشتن همچنین سوالایی که ما با او روبرو هستیم امروز، این یقین از پیش ما میگیره که ما قضاوت کنیم درباره طالبا که اینا حتی اصلاح شده باشن و قوانین جدیدی را که به نفع خانماست اینا بیارن به صحنه. خانم ذهین، تصاویری که الان منتشر میشه نشون میده که مردم افغانستان، مخصوصا در کابل، تصاویر زیادی منتشر شد که در حال خروج از کشور هستند. برای این افرادی که الان به این صورت دارن مهاجرت میکنن، چه چیزی در انتظارشون هست؟ چه اتفاقی خواهد افتاد؟ بدبختی ما افغانا هم همیست، چرا که ما ملت هستیم که نه در داخل کشور خود جای داریم و نه در خارج از کشور. چهار طرف ما کشورهای مثل ایران، پاکستان، تاجیکستان خودشان از اقتصاد ضعیف رنج میبرن، و من فکر نمی کنم که برای مهاجرین افغان زمینه های خوبی داشته باشن که از اونا پذیرایی کنن. آمدن به کشورهای اروپایی هم کاملا مشکل است، پر از خطر است، و حتی وقتی که اینا به این کشورها میاین، فعلا ما پناهنده های زیادی از افغانستان در خود یوکی داریم که سالهای سال منتظر جواب
جواب دولت هستند در قسمت مسئله ایمیگریشنشان. فلذا تمام اوضاع کاملا ناامید کننده است، چی برای مهاجرینی که بخواهند در افغانستان باقی بانند و چی برای کسایی که بخواهند خارج شوند. یک نگرانی دیگری که خانم ذهین وجود داره، اقوام و صاحبان عقاید و مذاهب مختلف هستند در افغانستان. خیلی کوتاه بتونیم به این هم نگاه بکنیم که چه بر سر آنها خواهد آمد؟ آیا این احتمال وجود داره که آنها هم در صلح و امنیت زندگی بکنن، یا باید نگرانی ها نسبت به آنها افزایش پیدا کنه؟ اگر کوتاه بله، فکر میکنم که اونا هم مساویانه با ما دهی رنج و تشویش و استراب شریک هستند. بسیار خیلی ممنونم از توضیحات شما و حضورتون در برنامه. فهیمه ذهین از انجمن پیوند در لندن.